درگیری پلیس و دراویش گنابادی در تهران. معترضان میگویند عده‌ای زخمی شدند. نیروی انتظامی میگوید 3 مأمور کشته شدند. تجمع تعدادی از دراویش گنابادی در مقابل یک کلانتری در خیابان پاسداران در شمال تهران به خشونت کشیده شده. یکی از تجمع کنندگان به بی بی سی فارسی گفته که آنها برایش آزادی یکی از دراویش گنابادی که اخیراً دستگیر شده دست به تجمع زده بودند. همزمان گزارش‌ها و ویدئوهایی از حمله یک اتوبوس به ماموران نیروی انتظامی در همین خیابان منتشر شده. جزئیات بیشتر در گزارشی از نعیمه نامجو. تجمع دراویش گنابادی است مقابل کلانتری 102 پاسداران در شمال تهران. آنها به دستگیری نعمت الله ریاحی، یکی از اعضای این گروه، اعتراض دارند. او روز یکشنبه توسط کلانتری 106 نامجو بازداشت شد و بعد از آن به دادسرا منتقل شد. دراویش گنابادی می گفتند این تجمعشان مسالمت آمیز است و تنها خواستهشان آزادی بی قید و شرط آقای ریاحی است که حدود 70 سال سن دارد و به بیماری قلبی مبتلا است. اما مدتی بعد این تصاویر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. دراویش گنابادی میگویند نیروهای امنیتی گاز اشکاور شلیک کردند. در بعضی ویدئوها دیده میشود که تجمع کنندگانی که بعضیشان چوب یا چماق دارند بعد از تیراندازی نیروهای امنیتی متفرق میشوند. متاسفانه با وجود اینکه خود رئیس کلانتری بارها به ما قول داد که خب قضیه را حل میکنن، به زودی آزاد میشن، اما ما همونطور که منتظر بودیم که آزاد بشه آقای نعمت ریاحی، متاسفانه ناگهان با حمله نیروهای امنیتی، نیروهای گارد ویژه روبرو شدیم که خب به تعداد بسیار زیادی از موتورهای اینها به ما حمله کردن که خب با گاز اشکاور و تیراندازی این حملهشون ادامه پیدا کرد. بر اساس گزارش‌ها چند نفر از شرکت کنندگان در این تجمع در تیراندازی‌ها زخمی شدند. این درگیری‌ها بعد از مدتی از اطراف کلانتری به مقابل منزل نورعلی تابنده، رهبر دراویش گنابادی، که در همان حوالی است رسید. محسن همدانی، معاون امنیتی استانداری تهران، خبر تیراندازی در تجمع دراویش را تایید کرده است. آقای همدانی گفته این تجمع غیرقانونی است و شورای تأمین استان تهران جلسه فوری برای بررسیش تشکیل داده. با تاریک شدن هوا این ویدئو به دست بی بی سی رسید که نشان می دهد اتوبوسی به سمت مأموران نیروی انتظامی می راند و شماری از آنها را زیر می گیرد. تصاویری که بخشی از آن قابل پخش نیست. همزمان سخنگوی نیروی انتظامی از کشته شدن 3 نفر از مأموران در خیابان گلستان 7 خبر داده. آقای منتظر المهدی گفته مهاجم و 8 نفر دیگر دستگیر شدند. دو هفته پیش هم درگیری‌هایی بین دراویش گنابادی و نیروهای امنیتی در همین خیابان رخ داده بود. اما بعد از حدود 2 روز و بدون شدت گرفتن درگیری‌ها به پایان رسیده بود. نعیمه نامجو، بی بی سی. دقایق پیش با صالح مرادی از دراویش گنابادی که در محل درگیری‌های امشب حضور داشت صحبت کردیم و از او درباره جزئیات این برخوردها پرسیدیم. جمع شدن در گلستان 7 که منزل جناب آقای دکتر نورعلی تابنده است، چون احتمال حمله می‌دادن. متأسفانه همین اقدام انجام گرفت از طرف نیروهای امنیتی و از اونجا که دراویش گنابادی همیشه اهل دفاع هستند از حریمشون، مخصوصا اینجا که خط قرمز ما دراویش هست و ما هیچ واقعا یک قدم از این خیابون عقب نشینی نخواهیم کرد و متاسفانه این اتفاقات افتاد. دراویش هر اقدامی که کردن صرفا دفاع بوده از حریم خودشون، نه بیشتر. از آقای مرادی همینطور پرسیدیم که آیا کسی با حمله به ماموران انتظامی باعث کشته شدن 3 نفرشون شده جزو دراویش گنابادی است؟ من شناختی ندارم نسبت به ایشون و آشنایی ندارم.
و اما هر کس که بوده اگر بوده هم در دفاع بوده. صحبت‌های یکی از درویش گنابادی صالح مرادی رو شنید که از محل درگیری‌های امشب با ما صحبت می‌کرد. به نظر میاد همچنان حضور نیروهای انتظامی در خیابان گلستان هفتم در منطقه پاسداران سنگینه. احسان مهرابی روزنامه‌نگار از برلین همراه ما. آقای مهرابی، خشونتی که امشب در گلستان هفتم اتفاق افتاد انتظارش نمی‌رفت، به ویژه که یک طرف ماجرا درویش گنابادی هستند. به هر حال رویه حکومت جمهوری اسلامی معمولا بوده که اگر گروهی درباره اقدامات حکومت ایستادگی بکنن و این تصور پیش بیاد که اون گروه پیروز شدن، بعد اون یک برخورد شدیدی رو میکنه که به نوعی این تلقی پیش نیاد که حکومت عقب نشینی کرده و همینطور این موضوع به نوعی سرمشقی برای گروه های دیگه نشه که بخوان در مقابل حکومت ایستادگی بکنن. هرچند که بعد از درگیری های دو هفته گذشته مقامات پلیس اعلام کرده بودند که برنامه‌ای برای دستگیری درویش ها، ایجاد محدودیت برای آقای نورعلی تابنده قطب درویش گنابادی ندارن، ولی انتظار می رفت که به هر حال اونها بخوان با درویش برخورد شدید بکنن، چون مقاومتی که اونها کرده بودن در هفته‌های گذشته به نوعی بازتاب زیادی داشت و اینگونه احساس می‌شد که درویش عقب نشینی حکومت عقب نشینی کرده و درویش گنابادی پیروز شدن و به نوعی این عزم وجود داشت که به هر حال با درویش برخورد جدی بشه، من تا قاعدتا به دنبال این بودن که زمینه هاش هم فراهم بشه. این اتفاقات امشب به نوعی شاید زمینه را، اون خواسته حکومت یا اون چیزی که مطلوبش بوده رو تا حدودی فراهم کرده و این اتفاقات به اون اجازه میده یا یک شرایطی رو فراهم میکنه اون که اونها هر نوع سرکوب درویش گنابادی رو بخوان توجیه بکنن و از سوی شواهدی که هست نشون میده که عزم جدی دارن که به نوعی خصوصا امشب درویش رو سرکوب بکنن و نیروهایی که جمع شدن، اتفاقاتی که افتاده و همینطور به نوعی افزوده میشه به نیروهای یگانهایی میشه و امکان دخالت نیروهای دیگه هم وجود داره، به نوعی نشون میده که برخوردهایی که در امشب و در روزهای آینده خواهد شد خیلی برخوردهای خشنتری خواهد بود. آقای مهرابی، همکارم نعیم نامجو در گزارش اشاره کوتاهی کرد که دو هفته پیش هم اعتراضی داشتن درویش. واقعا اگه بخوایم ردگیری کنیم به این ریشه این اختلافات چقدر باید عقب بریم؟ دقیقا بعد از استقرار دولت آقای احمدی نژاد و در مهر ماه سال 84 تخریب حسینی‌های درویش گنابادی به طور سازمانیافته آغاز شد که ابتدا در شهر قم حسینیه درویش تخریب شد که گفته شد با حمایت تعدادی از مراجع تقلید شیعه خصوصا آیت الله حسین نوری همدانی بوده. بعد از اون تخریب حسینی‌های درویش در شهرهای دیگر ایران از جمله بروجرد و دیگر شهرها شدت گرفت. تا پیش از اون چندان نام درویش اصلا شناخته شده نبود در فضای عمومی و در فضای سیاسی و این برخوردهای امنیتی به نوعی درویش رو به یک موضوع امنیتی تبدیل کرد. در اون سالها از مقامات سیاسی و چهره‌های حتی اصلاح طلب تنها فردی که به صورت خیلی جدی نامه نگاری کرد و پیگیری کرد این موضوع رو آقای کروبی بود که نامه هایی به مراجع تقلید وزیر کشور و وزیر اطلاعات در این باره نوشت، اما به هر حال برخورد با درویش متوقف نشد و عملا این موضوع در سالهای آینده هم ادامه پیدا کرد تا الان که به یک درگیری خیلی شدید تبدیل شده. سپاسگزارم از فرصتی که ما دادید. احسان مهرابی روزنامه نگار از برلین همراه ما. همکارم امید پارسانژاد که این خبر رو دنبال کرده اینجا با ما در استودیو. امید، در گزارش نعیمه هم شنیدیم که سطح درگیری ها خیلی گسترده تر شده، دلیلش چیه؟ این درگیری هم تو که نعیمه هم گفت دو سه هفته پیش شروع شد و در اون مرحله اول هم یه درگیری های اتفاق افتاد بین نیروهای انتظامی و تجمع کننده ها و یه جاهایی هم بین نیروهای در واقع درویش و لباس شخصی ها که اساسا این دور جدید اعتراض ها به خاطر این شروع شد که درویش میگفتن یه تعداد زیادی از ماموران امنیتی و لباس شخصی در اطراف خونه رهبرشون در منطقه پاسداران تهران
تجمع کردن و از نظر اونا مشکوک بود و جمع شده بودن اونجا. اما دفعه پیش پلیس تهران انعطاف زیادی نشون داد و فرمانده پلیس ضد شورش تهران رفت و با رهبران معترضان صحبت کرد و اینطور که دراویش گزارش کرده بودن بهشون قول داده بود که مانع از تجمع نیروهای امنیتی و لباس شخصی در اون منطقه میشه و بعد هم گفته شد که قصد نداره پلیس که پیگیری کنه اون درگیری هایی که اتفاق افتاده بود و صدماتی که پلیس میگفت که به ماموران انتظامی زده بودن. ولی در روزهای اخیر ظاهرا تعدادی از دراویش بازداشت شدن و مال امروز به خاطر این شروع شد در واقع تجمع که یکی از دراویش رو در بازداشت نگه داشته بودن و دراویش خواستار آزادی اون بودن. اما به هر حال تجمعشون در مقابل کلانتری بود و بعد تصاویری که آمد نشون میداد که به هر حال درگیری از یه جایی از کنترل خارج شد. صدای تیراندازی هوایی ظاهرا شنیده میشد. دراویش میگن حتی 3 نفر از دراویش هم مجروح شدن در اثر اصابت گلوله، اینطور که دراویش گزارش کردن. از اون طرف هم دیده میشد در تصاویر که دراویش معترض چوب و چماق همراه داشتن یا کوکتل مولوتوف کسانی پرت کردن به سمت ماموران پلیس و به هر حال کنترل خارج شد وضعیت و تنش از یه حدی گذشت و به نظر میاد که این حمله که با اتوبوس اتفاق افتاده ماجرا رو وارد یه فاز دیگری. دقیقاً سوال من می‌خواستم همین رو ازت بپرسم. سخنگوی نیروی انتظامی هم میگه که 3 نفر در اون حمله که ویدئوش هم منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که مشخص نیست واقعاً راننده اون اتوبوس چه کسی است، ولی پلیس میگه که حداقل منتسب کردن این رو به دراویش. اگر این اتفاق با توجه به اینکه می‌بینیم اتفاق افتاده، چقدر دست نیروی انتظامی باز میشه برای اینکه برخورد گسترده‌تری انجام بدن؟ سخنگوی پلیس تقریبا به صراحت گفته، اولا راننده اتوبوس رو گفتن که بازداشت کردیم، 8 نفر دیگر رو هم که پلیس از اونها به عنوان در واقع رهبران این اعتراض‌ها یاد کرده بازداشت کردن و گفتن که همه اینها همون کسانی هستند که در 2-3 هفته گذشته در منطقه پاسداران تجمع می‌کردند که معنیش دراویش گنابادی هست و به صراحت سخنگوی پلیس گفته که با کسانی که عامل این حمله بودند که بعد نتیجه گرفته که همین دراویش گنابادی هستند به شدت برخورد خواهد شد و به نظر میاد که این حادثه‌ای که امشب اتفاق افتاد میتونه یک نقطه عطفی باشه در نحوه مواجهه پلیس با دراویش گنابادی، چون دراویش گنابادی از 10 سال پیش بیش از 10 سال پیش در نقاط مختلف ایران حسینی‌هاشون تخریب شد، به شدت تحت فشار قرار گرفتن و در این سالهای اخیر این تنش‌ها کاهش پیدا کرده بود، اما به نظر میرسه که این میتونه یک نقطه عطفی باشه برای افزایش. معمولا هم درگیری ها چندان جدی نمیشد چون دراویش به طور سنتی معمولا خودداری میکنند از برخورد. ممنونم از امید پارسانژاد همکارم اینجا در استودیو. یک نماینده مجلس ایران میگوید نوجوانی 15 ساله به جرم پایین کشیدن پرچم کشور به 5 سال زندان محکوم شده. محمد کاظمی نماینده ملایر این نوجوان را در زندان همدان دیده و میگوید او در اعتراض‌های دیماه دستگیر شده. این نوجوان حالا به حکم اعتراض کرده و پرونده‌اش در دادگاه تجدید نظر است. رسیدگی به پرونده نوجوانان در دادگاه‌های عادی خلاف قوانین بین‌المللی است. 1 ماه از شروع عملیات ترکیه علیه بخشی از نیروهای کرد در افرین می‌گذرد. کردها امروز اعلام کردند که با دمشق به توافقی رسیدند و قرار است نیروهای دولتی سوریه به زودی برای پشتیبانی آنها وارد افرین شوند. تحولی که ترکیه به طور ضمنی و مشروط از آن استقبال کرده بود، هرچند ساعتی بعد در مورد آن هشدار داد. جزئیات بیشتر در گزارشی از نفیس کوهنورد. تبادل آتش شبانه در یکی از تپه‌های مشرف به شهر افرین. این تازه‌ترین تصویری است که نیروهای تحت حمایت ترکیه از عملیات موسوم به شاخه زیتون منتشر کردند. عملیاتی که ترکیه از 1 ماه پیش علیه بخشی از نیروهای کرد سوریه آغاز کرد. کردها حالا میگویند که ترکیه به زودی نه فقط با آنها که با ارتش سوریه و نیروهای حامی بشار اسد هم روبرو خواهد شد.
افاد مراسل الاخبار في حلب بان قوات شعبيه ستصل الى عفرين. مجری تلویزیون سوریه که میگوید نیروهای دولتی برای حمایت مردم عفرین در مقابل دشمنانشان وارد این منطقه خواهند شد. اما این تحول برای ترکیه به چه معنا خواهد بود؟ این نقشه تقریبا آخرین وضعیت عملیات ارتش ترکیه را نشان می‌دهد. بخش‌های آبی حالا در دست نیروهای سوریه تحت حمایت ترکیه و ارتش این کشور است. رنگ زرد مناطق در کنترل کردها را نشان می‌دهد. به نظر در این مرحله هدف اصلی وصل کردن عزاز و ادلب است که در نقشه به رنگ سبز مشخص شده. به این ترتیب کمربند یا نوار امنیتی که آنکارا می‌خواهد شکل می‌گیرد. حالا اگر در این نواحی مرزی ارتش سوریه جای نیروهای کرد را بگیرد، تا حدی ممکن است خواست ترکیه برای عقب راندن کردها از این منطقه هم عملی شود. وزیر خارجه ترکیه هم که به اردن سفر کرده امروز از این رویداد استقبال کرد، اما به طور مشروط. حالا رژیم وارد اینجا خواهد شد یا نه؟ این مهم است که بدانیم برای چه وارد می شود. اگر رژیم برای بیرون راندن پکک و یپگه می آید مشکلی نیست، اما اگر برای محافظت آنها می آید کسی نمی تواند جلوی ارتش ترکیه را بگیرد. این هم درباره عفرین صادق است و هم منبج و هم شرق فرات. با این حال نیروهای تحت حمایت آنکارا که در این عملیات حضور دارند از مخالفان سرسخت بشار اسد به حساب می آیند و همین درگیری آنها با ارتش سوریه را تقریبا گریز ناپذیر می کند، مگر اینکه ترکیه کاملا این نیروها را مهار کند. این توافق شاید بر وجهه کردهای سوریه هم که تا به حال بیشتر به عنوان همپیمانان آمریکا در جنگ با داعش شناخته می‌شدند سایه بیاندازد. گرچه کردها می‌گویند هدف توافق حفظ امنیت غیر نظامیان است و جنبه سیاسی ندارد. این تصاویری که بی بی سی عربی در سفر به عفرین گرفته حالا هوای این روزهای شهر را نشان می‌دهد. بسیاری سلاح به دست گرفتند و تقریباً هر روز هم مراسم تشییع کسانی است که گفته می‌شود در حملات ترکیه کشته شده‌اند. بیش از 800 هزار غیر نظامی در عفرین بودند، اما به خاطر جنگ هیچ راهی برای خارج شدن از این منطقه نیست. فقط از دهاتی که در آنها درگیری است می توانند به روستاهای امن‌تر بروند یا به مرکز شهر بیایند که کار را برای حفظ غیر نظامی ها سخت می کند. گفته می شود روسیه کردها و دمشق را برای این توافق راضی کرده، کشوری که ظاهراً به ترکیه هم چراغ سبز داده بود. یک بازی برد برد در برابر آمریکا. از یک طرف شکاف آنکارا و واشنگتن را عمیق‌تر کرد و از طرفی حالا بخشی از نیروهایی که آمریکا حامی آنها بود با دولت اسد پیمان می‌بندند. نمایی دیگر از پیچیدگی بازی قدرت‌ها در میدان سوریه. نفیسه کوهنورد، بی بی سی، اربیل.